سمیث. پریس سمیت رئیس جلسه در بیانیه‌ای که پیش از آغاز جلسه منتشر کرد گفت به رغم آنکه رژیم ایران به زندانی کردن آمریکاییان و شهروندان خود ادامه می‌دهد رهبران ایران می‌خواهند جهان تحریم‌ها علیه آن دولت را لغو کرده و به آنها اعتماد کند به گفته آقای اسمیت دولت آمریکا باید به یاد بیاورد که امتیاز دادن به رژیم ایران که یکی از بدترین ناقضان حقوق بشر است رهبری اخلاقی و ارزش‌های آمریکایی را تضعیف می‌کند تد دوش نماینده ارشد دموکرات کمیته گفت زمان کافی برای آنکه بدانیم از دولت حسن روحانی چه برمیآید سپری شده و او بدبختانه تحت کنترل مطلق آیت الله خامنه در انجام بسیاری از وعده های انتخاباتیش ناتوان مانده است. این جلسه یادآوری می کند که حتی ماورای برنامه غیرقانونی و خطرناک اتمی ایران، آن رژیم مکرر حقوق مردم ایران را پایمال می کند و همزمان که خبرها بر ژنو تمرکز دارد، در ایران وضعیت حقوق بشر از هر زمان دیگری ملالتاغی است. شایان آریا عضو کمیته مرکزی حزب قانون اساسی ایران و عضو مؤسسه صلح و تحمل فرهنگی در آمریکا در ارتباط با افزایش ارقام اعدام در ایران گفت کشتن جوانان زیر سن قانونی تنها جنایاتی نیست که رژیم ایران مرتکب می شود بلکه به طور سیستماتیک به مغشوی کودکان نیز می پردازد جمهوری اسلامی ایران به طور سیستماتیک کودکان را برای جنگ و تفکر خصمانه نسبت به غیرمسلمانان مسلمانان کرده و تعلیم می دهد و تعجبی وجود ندارد که تقریبا همه اقلیت های مذهبی در ایران از تبعیض رنج می برند. آقای آریا از کمیته تقاضا کرد که در حمایت از همه کسانی که از حکومت ایران رنج می برند لغو تحریم ها نه تنها به نتیجه مذاکرات اتمی بلکه به بهبود وضع حقوق بشر در ایران مشروط شود. محسن سازگارا از مؤسسه تحقیقات معاصر در ایران Supreme که به گفته رئیس جلسه چندین مقام در حکومت uh, جمهوری اسلامی ایران به عهده داشته و از پایگذاران سپاه بازداران است چنین ابراز نظر کرد. During the and the طی 35 سال گذشته مردم ایران به سختی از نقض حقوق اساسیشان رنج بردند و شاهد سرکوب بیرحمانی جنبش های طرفدار آزادی بودند و با تأسف باید گفت به رغم های حسن روحانی نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر آزار و اذیت و محاکمات ناعادلانه شکنجه و تجاوز کماکان ادامه دارد <applause> آنتونی ونس عضو دفتر خارجی بهایان در مورد آزار و شکنجه بهایان گفت تبلیغات و دیدگاه ضد بهاییت در ایران در 2014 قوت بیشتری گرفته است تشکیلات مذهبی ایران این دیدگاه را مدت هاست ترویج کردند که بهاییان فرقه ناپاکی هستند که ریختن خون آنها مباه است. آقای ونس افزود روحانیان ایران به باهاییان به دیده مرتد و خائن مینگرند. شهلا رسته صدای آمریکا واشنگتن